سلام. سلام بابا جون. سلام علیکم. من علی رو میخوام. امروز روز اولی که اومده سر کوه. ها اون جوونه که معدن کار میکرد. ها اون پشت سر کوه وقتی رسیدی هو بنداز خودش میاد. خدا عمرت بده. بودو گلی جان. معدن خیلی راهه. ما امروز دیگه معدن نمیریم دخترم. چرا؟ برای اینکه بابا سر کو کار میکنه. چی کار میکنه؟ همه کار. مگه بابا همه کار بلده؟ آره مادر جون، بابا هزار تا کار بلده. هزار تا؟ او یا آره، حالا بودو بریم نهارشو ببریم که گوش نشه. بیا دخترم. تو پره هستی، یواشتر دختر، یواشتر. ای کودک دل
بند من، ای وای جان دلم، فرزند من، جان دلم، فرزند من. گوش کن ببین من چی بهت میگم. ببین با من بگو با با بگو بگو با با ناراحت نشو گلی جو، بدو برو برو بچه رو بازی. بچه ها بگه نگفتم نهار مهمون داریم، به جایی که بلشت اینجا رو تمیز کنید همطور لش لش گرفتید میشستیم. بالاخره به ما نگفتی کیه؟ غریبه نیست، گلالی نرگسه. اوه این که خودمونیه. در هر صورت تا من برگردم اینجا رو تمیز کنید. یالا خیال میکنی اینجا هم کافه هست دستور میده بارا بابا. الان مدتی که از اون پیش آمد میگذره، هنوز زبون این بچه ما نشده. تو هم ایش کار خب اگه فایده نداشت من چه گناهی دارم؟ این شهری الان یه ماهی که میگن اگه بچه رو ببنی شهر اونجا دکترهای خوبی هستن که معالجش میکنه. آخه یه کمی صبر داشته باش، تا حالا پول نداشتم.
امسال پایین رودخونه رو برای همین به شهریه اداره دادیم تا یه کمی پولدار بشیم. حالا ببینم امروز اینا که میخوان برن چقدر بهمون میدن. هر چی دادن میذاریمش برای مالجه گلی. چشم، قول میدن. پس تو هم قول بده که کمتر ناراحت بشی. حالا از من راضی شدی؟ من وقتی از تو راضی میشم که گلی رو ببری شهر و مالجش کنی. خیلی، پس من رفت. راستی، قهارخان اومد اینجا، گفت این روز آخری رو همه با هم نهار بخوریم. اگه تو بیایی، منم میام. اگه نه یکی نمی. آخه خوب نیست، بده. چه بدی داره؟ جوانای خوبی هستن. خیلی خوب، منم میام. برای رشخانی نم خدایا خودت کمک کن که زبون بچه من باز شد. خدا گفته از تو حرکت از منم برکت. شمایی؟ نترس. آخه اگه یکی ببینه که امروز دیگه ما میریم. اومدم برای آخرین بار بهت بگم گلالی هر قولی که بهت داده دروغه. نه گلالی قول داده که بچه رو ببره شهر رو مالجش کنه. پس چرا تو این مدت این کار رو نکردی؟ آخه پول نداشتیم. حالا پول داریم. آره خلاصه زندگی این بچه بستگی به تصمیم تو داره. حیفه این صدا که تو داری. اگه تو شهر بودی من تو رو از محفشم معروفترت میکردم. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ بریم تا واسط بگم. یک دو بده دیم بکس آره تو حده میشه آره گله آره گله بوده بینم نگوری دیم از اون طرف. آها او یواش میدونی الان هندونه خوب میچست. آره آره آخه معلوم نیست سرنوشت این بچه چی میشه. چرا؟ تازه میگی چرا؟ الان مدت یک ماهی که ما اینجا هستیم قهار روزی که فهمیده این هرگز یه ترسدایی داره مالجه بچه رو بهانه کرده و مرتب رفته تو پوکین زنه. خدا پدرتو بیامرزه. مگه این دفعه اولشه؟ تا حالا ده تا مثل اینو بدبخت کرده. این یکی دیگه من نمیذارم. اولا من فکر نمی کنم که قهار موفق بشه. دومان اصلا به تو چه؟ چی رو به من چه؟ آخه یه انسانیتی گفتن. در تمام این مدت که ما اینجا هستیم این زن شوهر مثل یه کلفت و نوکر به ما خدمت کردن. خب این همه به ما محبت کردن. قبول دارم. آخه خدا رو خوش میاد این مردی که بعد از این همه محبت با زنش اینطور رفتار کنه. همه این حرفا درسته. قهار بسیار آدم پستیه. پچه رو پیشش کار میکنی. اصلا چرا باش دوست شدی؟ اشتباه کردم و همین جهت حالا میخوام جلوشو بگیرم. راستی تو فکر میکنی نرگس و گلالی امروز نهار میان اینجا؟ حتما میان. اینا آدم های صاف و درستی هستن. قهار که هیچ. هر کسی که جای ما بود از اونا دعوت میکرد میومدن. حالا ببینیم بعد از ظهر چی میشه. توی شام محفلم گلای جان به قومتی شاقی گلم گلای جان دو گلت تو باغ سنبولم گلای جان آی گلی جنم آی گلی جان آی گلی جنم آی گلی جان بم بخر گوشور طلا گلا
الفم بگیر هنا گلالی جان، آی گلالی جان، دلم تو را خواهد از خدا گلالی جان، آی گلالی جان، نباشی از من دمی جدا گلالی جان، آی گلالی جان، آی گلالی جانم آی گلالی جان، آی گلالی جانم آی گلالی جان، گلالی جان آی گلی جانم آی گلی جان، آی گلی جانم آی گلی جان، توی توی شانی دلم گلی جان، توی توی شان محفلم گلی جان، به قامت شاخی گلم گلی جان، دو زلف تو باغ سنبلم گلی جان، شادی دلم گلی جان، آی گلی جانم آی گلی جان، شمع محفلم گلی جان. این مدت خیلی به ما خوش گذشت. منزل خودتونه، انشالله سال دیگه هم تشریف بیارید. حتما حتما این کارو میکنم، به شرطی که شما بیاین شهر پیش ما. راستی که خیلی خوب خوندین. اگه گلالی قول بده وقتی شما رفتین گلی رو بیاره شهر معالجش کنه. بسیار کار خوبیه، بالاخره تو شهر دکترای خوبی هست. اگه بیاین شهر منم قول میدم که کمکتون کنم. خدا عمرتون بده. اما مگه با این پولا میشه اومد شهر؟ ها چرا نمیشه؟ عجله نباید کرد، حالا ببینیم بعد چی پیش میاد. خب با اجازه شما تا ما اصابه رو ببندیم و راه بیافتیم، هوا دیگه تاریک شده. رسته این که غصه نداره، همیگه کمک میکنیم. منم یه سری ماشین میزنم و میام. بیا گوی بابا، شما اینقدر زمان نکشیم، ما خودمون میبریم. ای بابا این حرفا چیه؟ اون کیف دستی رو برده بیار. خیلی خوب، الان مگه نگفتی گلالی قول داده؟ دیدی به چه زودی زد زیر قولش؟ زیر قولش نزد، گفت که پولمون کمه. خیال میکنی اگه پولتون کم نبود بازم تو رو میورد شهر؟ معلومه که این کارو میکرد. خب این که کاری نداره، میتونی امتحانش کنی. بیا این پولو بگیر، بذار رو پولای خودتون. حالا فهمیدم. چرا حالا فهمیدی؟ لعنت به این پولا، پولی که من با عرق پیشونی با زحمت بازون پیدا میکنم، چه وفا و بقایی داره که اینایی که برای پول زدن تو بهت میدم. زدن من؟ حالا میفهمم که هی میگی باید بریم شهر برای چیه. چرا از شهریا پول گرفتی؟ من نگرفتم، اونا خودشون برای مالجه بچه‌ام دادن. خراب کردن، مرد شور اون بچه رو ببرم با تو. مرد شور خودتو ببرم. ها
حالا دیگه تو روی منم وامیستی زن؟ البته که وامیستم. مگه من چیکار کردم؟ حالا بهت نشون میدم که چیکار کردی. بهت نشون میدم. بی حیا. بی چشمی. تو روی من وامیستی. وقتی رسیدی سر پیچ دور بزن، انزا بلد نیستی اگه مور بزن، گیلاس سر خوری بده پور بزن، صبحونه کم خوردی به جای زور بزن، سخت نگیر جان من دل خوری مور بزن، سخت نگیر جان من دل خوری مور بزن، ورزش بکن ورزش و نرمش بکن، وقتی کف سرده ای دفتی و گردش بکن، میخور نخور اما دادو چون تلو به خانری هرگز عقب یا جلو، روی زمین یک خو نگردی بلو، میخوای سلا توشه برو داد بزن روی بیابون، مانند بربر تن بول ببون از گلچه گویی چه بول بول ببون، از گلچه گویی چه بول بول ببون، سخت نگی جون من بور بزن، سخت نگیر جان من گل خوری بور بزن، صبحا ورزش بکن ورزش و نرمش بکن، وقتی کف زورده ای تفری و گردش بکن، میخو نخور اما دادو چون تلو به کناری هرگز عقب یا جلو، روی زمین یک خون اگر نیزلو، سخت نگیر جان من دل خوری بور بزن، سخت نگیر جان من دل خوری بور بزن. این صورت واسه خودتون خود بیدونی پرویزم چی رو چهت بگم، از در کافه به بیرون ما با هم رفیقیم، اما اینجا حساب حسابه کاکا برادر. آخه این صورت حساب دست من دادی؟ این صورتی که ایرج داده؟ ایرج؟ بله اینجا. بله بفرما. تو دیشب از انبار چی تحویل گرفت؟ دیشب؟ آره یه ساعت صبر کن ایرج، شوخی بده چنان خیلی جدی صحبت میکنیم. چشم این که دیگه یواش گفتن نداره، برو وشته بیا اینجا. چشم حساب تموم شد؟ ببین داداش من. داداش من چیه؟ مگه نگفتم خیلی جدی صحبت میکنی؟ چشم بفرمی. تحویلی این جانب از انبار شرکت سامی کافه قناری سبز در یوم شیش جمادی الثانی مساوی با 13 اسفند جمعاً بالغ بر 18 بود مشروبات الکلی بوده که عبارت از نرگس
فرقیست بوده ببرشتی دفتر. سلام نرگس خانوم، گلی جون، به به چه عجب، بفرمایید بالا. تحفیلی دیشب رو می‌نویسی، اگه با این صورت تطبیق نکرد همه تونو جریمه میکنم. آقای جزی این کیه؟ شکار تازه، یه جنایت دیگه. بیچاره ماله کجاست؟ تابستون که رفته بودیم ده خونه اونا بود. بفرمی. بالاخره اومدی.
من زودتر از اینه انتظار داشتم، چون میدونستم گلیه چقدر دوست داره. راستی بس گلالی کو بالاخره تنها اومدی. بله، وقتی شما اومدی شهر، هر وقت صحبت معالجه گلی میشد، گلالی به بهانه اینکه پول کمه مخالفت میکرد. اون که موافق بود، شما خودتون میگفتید، یادتونه؟ بله یادم. اما از موقعی که فهمید شما به ما پول دادین، یه به کلی رفتارش عوض شد. تا اینکه امروز صبح با هم دعوا کردیم. وقتی گلالی رفت سر کار، من اولی رو برداشتم و اومدم شهر. چه این دار؟ پس گلالی نمیدونه شما اومدید اینجا؟ نه، هیچ کس نمیدونه. خوب کردی اومدی، هیچ نراحت نباش. اینجا مثل خونه خودت میمونه. همینجا پلوی خودم میمونی، گلی رو معالجه میکنی. اون وقت هم اگه دلت خواست میفرستمت کلاس آواز. بعد با هم کار میکنیم. من به خاطر نجات بچه‌ام هر کاری که بگیم میکنم. منم هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم. اما به شرط اینکه به حرفای من گوش بدی. گوش میدم. آفرین. حالا بریم اتاقت بهت نشون بدم. شب بعد اینجا اتاق شماست. اینم کلیدش. من برم بگم برای شما شام بیارم. من تو اتاق دیدم کسی نیست. مثل اینکه دنیا رو تو سرم زدم. انگار همه دارن فوشم میدن، مسخرم میکنن. عیبی نداره پسرم، کت خدا. حالا تو اشتباه نکردی؟ با چشای خودت دیدی؟ آره پسرم، من خودم دیدم. چند بار با این دو تا چشای خودم دیدم. باورم نمیاد. نرگس. بله، نرگس. حالا برای همین باید میگی خود خودتان راحت نکن. آخه این دو روز عمر که ارزش نداره. در هر صورت میر خودته. اگه خواسته بری شهر یه خبری هم به ما بده. خدا حافظ. با این دو تا چشای خودم دیدم. نرگس اونجا. نرگس اونجا. نرگس اونجا، نرگس اونجا، نرگس اونجا، نرگس اونجا.
نبود عمرت اونجا تلف میکردی؟ حالا من از فردا شب کاری میکنم که از همه خواننده ها معروف تر بشی. به همین جهت امشب آوردم اینجا یه کمی ترست بریزه. فردا شب؟ نمیشه که چند شب عقب بندازی؟ مگه قول ندادی هرچی من گفتم گوش کنی؟ چرا؟ پس اینو بدون که از امشب به بعد هیچ کس نباید بدون گلی دختر توست. چرا؟ پس چی بگم؟ باید بگی گلی خواهرتی. خواهرم؟ آره. برای چی؟ تو هنوز به آداب و رسوم شهر آشنا نیستی، خودت بد میفهم. ویسکی؟ نه نمیخورم. بفرمایید. جمشید مثل اینکه تازه است. نه بابا مدتی اینجاست. تو بار کار میکنه؟ نه قرار آواز بخونه. بد نیست، میبینم مدیر همش دوره ورش میپله که اونش مهم نیست، مهم اینه مدیر تو دست منه. توجه بفرمایید، از طرف مدیریت کافه قناری سبز مژده میدیم که از فردا شب علاوه بر آواز خانم مهوش، خواننده جدید دیگری به نام نرگس برنامه جالبی اجرا خواهد کرد. حالا توجه شما رو به آواز خانم مهوش جلب میکنیم. خیلی متشکرم.
خوشت اومد؟ چقدر خوب بود، خیلی هم با نمک. دیدی با مردم چطور برخورد میکنه؟ آره، چقدر خوش روه. همینو میخواستم بهت بگم، تو هم با سعی کنی با مشتری ها خوش برخورد باشی. بفرمایید. معذرت میخوام، الان برمیجا. چطور امشب تنهایی؟ تنها نبودم، رفیقم رفت بیرون. از فردا شب آواز شروع میشه؟ قبلا که بهت گفتم. آره. خب حالا من باید چیکار کنم؟ آها، حالا دیگه موقعش رسیده، تو باید یه چیزی فردا شب براش بفرستی. ضمنا خودت هم با یه دسته گل بیای اینجا. من این چیزا رو نمیفهمم، گل آوردنش با من چیز خریدنش با تو؟ آخه چرا من بخرم؟ من و تو که این حرفا رو با هم نداریم، تو یه چیزی بخر از طرف من بهش بده. من حرفی ندارم میدونی، اما آخه آخه نداره. خب چون تو هستی عیبی نداره، اما به شرط اینکه کسی متوجه نشه. راستی میخواستم بهت بگم، اون چند نفری که سر اومیز نشستن کیا هستن؟ چطور مگه؟ دو سه دفعه است که متلک میگن، بهشون تذکر بده که مواظب حرف زدنشون باشه. اطمینان داشته باش، الان میرم بهشون میگم. پس قرار ما فردا شب همینجا. به سلامتی. به سلامتی. خب من دیگه میرم. خدا بس. آره ایش روبرگو، اون وقت من کفرمون بالا اومد. تو بری جون من نباشه، به موی داشتلی قسم یک کفرگی شکلی زدم تو ملاجش. برمیم های مدیر، برمیم. قربون شما. خیلی کم لط شد اینا. خیلی وقت نمیبینم ات، کجایی؟ باشی ما پریشب اینجا بودی، شما ساید سنگی شده و دست و بالت بنده. همچین رک بهت بگم، این کیه؟ خواننده جدیده، از فردا شب اینجا آواز میخونه. طب بگو. دیدم اون مموشا چارچشمی رفتن تو کوچه میزنه. مموشا کیه؟ همونا که الان آقای مدیر پلوشون نشسته بود دیگه. دوره شما که با خاطر هست بر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، در چه بالنگر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، یارم به من سر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، در چه دلم پر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، آمده یارم ز سفر، آمده اما بی خبر. بی خبر چرا بی خبر؟ بودو دم در، بودو دم در. یار که چنان بنده میاد، با لب پرخنده میاد. مرده میاد، مرده میاد، از برای بنده میاد. خوقت را درده واسم، دستی بلا کرده واسم، این که چه کرده واسم. اطلس گلده رو ببین، رو سری خالده رو ببین، سوقاتی یورو ببین. یارم خدایا بس سفر اومد، اومد کنارم بی خطر اومد. نوبت شادی بشکن و بشکن، خدا برخصون دستی بهم زن. شادی کن که یارم اومد، با کوبان دست افشان نگارم اومد. دق دق در میزنه، ببین کیه، ببین کیه، در چو بلنگر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، یارم به من سر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، داره چه دلم پر میزنه. ببین کیه، ببین کیه، آمده یارم ز سفر، آمده اما بی خبر. بودو دم در، بودو دم در. یار که چنان قدر
خنده میاد با لب پر خنده میاد برکی میاد برکی میاد از برای بنده میاد سوغاتی آورده واسم دستی بالا کرده واسم این که چا کرده واسم گلدارو ببین رو سری خالدارو ببین سوغاتی یارو ببین دارم خدایا از سفر اومد اومد کنارم بی خطر اومد نوبت شادی بشکن و بشکن خود را برخصون دستی بمزن شادی کن شادی کن که یارم اومد ها کوبان دست افشان نگارم اومد معذرت میخوام که تنهات گذاشتی ایبی نداره سر هر میزی میرفتم صحبت تو بود از من؟ آره از تو چی میگفتن؟ همه منتظر فردا شبم نمیدونم چرا تو اسم فردا شبو میاری میترسم تا منو داری از هیچی نترس بریم تا برات بگم برامو عالی بود عالی برامو دارم میلرزم خوب بود عالی بود مگه ندیدی مشتری ها چیکار میکردن تو راضی هستی البته حالا بلند شو برو بالا بعد با هم صحبت میکنیم ایرج نرگس خانم این برام بسیار خوب چتونه مثل که قهار گفت منو برسونی شما ناراحت شدی نه ناراحتی من چیز دیگه ایه میشه به من بگی شاید منم کاری از دستم بر بیاد گفتنش عیبی نداره
ولی فکر نمی کنم بدونید کاری بکنید. حالا بریم بالا تا بهتون بگم. از صداش خوشت اومد؟ آره صداش هم مثل خودش قشنگه. خب دیگه من نظرم تا مراسم آشنایی اجرا بشه. صبر کن بابا خیلی عجله داری، تازه شب اولشه. مگه خودت نگفتی فردا شب گل بیار بقیهش با من؟ چرا؟ حالاشم میگم، اما به نظر من یه دفعه گل آوردن و کادو خریدن کافی نیست. حالا خودت میدونی. روش بگو چی میخوای بگی؟ گوش کن، از همون شبی که راجع به اون باهات صحبت کردم، از همون موقعی که ما توی ده بودیم احار هم فکر نمی کنم. یعنی اینقدر بد جنسی؟ از این هم که تو فکر میکنی بیشتر. همه وعده و ایده که به تو میده فقط به خاطر استفاده خودشه. آخه چه استفاده؟ بعدها میفهمی. گوش کن نرگز، گول این تجمل و زندگی دروغینو نخور. توی شهر هیچ چیز حقیقت نداره. حقیقت زندگی همونجاست، توی ده. هنوزم دیر نشده. به این بچه بیزبون رحم کن، برگرد به ده. اما دیگه دیر شده، من دیگه روی برگشتنی به ده ندارم. خودت میدونی، اما یه روزی پشیمون میشی. من مثل یک برادر برای تو دلسوزی میکنم. متاسفم، معذرت میخوام. نمیدونیم کافه قهار کجاست؟ اینقدر تو این تهران کافه هست که کافه قهار توش گمه. پس شما نمیدونیم کجاست؟ نه جونم. ببخشید. کافه قهار کجاست آقا؟ نگفتن کجاست. تو کدوم خیابونه؟ نه فقط میدونم سه تا بودن، اسم یکیشونم قهار بود. پس چرا میگی کافه قهار؟ برو بابا، تو هم مثل اینکه ما خلق الله خرابه. ببخش. Come on.
بچه‌مو میخوام، فرزندمو میخوام. قهار امشب پیداش نبود. دو دفترشه، مهمون داره، منتظر شماست. آه، منتظر من؟ بله. مهمونش کیه؟ مگه شما نمیدونی؟ نه. میخوریم به سلامتی نه یک خانم. ناراحت نشو، فهمیدی موضوع چی قراره؟ دالا به اسم تو از صد تا اینا پول کشته بیرو. حالا حرف منو باور کردی؟ دیدی چی میگفتم؟ بی چشم روی بدجنس. تازه نقشه اصلیش اینه که بدجنس. کجا؟ برو تو اتاق تا بهت بگم چی کار کن. راستی که خیلی با نرسه هستی، اما با وجود این که خیلی قشنگه من فکر نمی کنم قبول کنه. چرا؟ یعنی میخوای بگی که قابل اون نیست؟ او نه بابا، ده دفعه که گفتم خودت جلب نظرشو کردی، نه این چیزا. بایدم جلب نظرشو بکنم، مال دارم، منال دارم، کمال دارم، از همه مهمتر جمال دارم. ده؟ راست میگی؟ پس میخوریم به سلامتی جمالت. پس چرا دیر کرد؟ الان دیگه باید پیداش بشه. خیلی ناراحتم. یعنی نرگس اینقدر جلب توجه تو کرده؟ برنامه تموم شد؟ بله. پس خانم نرگس کو؟ رفتن تو اتاقشون، حالشون خوب نبود، معذرت خواستن. خیلی خوب، دوباره پای من الان میام. چشم. خب، خیلی بهتر شد. چی رو بهتر شد؟ گوش کن. اول پرسی یک پدری ازتون دارم که خودتون هست کنید بد جنسا. نهی کنم، نهی کنم. یه چی شد؟ یارو خواهد بیاد اینجا عیادت تو. ها؟ عیادت من؟ آره. گلی رو بردی؟ آره بردم ایشون اتا. دو بده برو پایین رئیس رو خبر کن، منم یارو یه جوری غافل گیرش کنم. خیلی خوب، همه بیچاره چادر از آنها تا داره مردم نباشید. خیلی جدی، ضمن عیادت اظهار محبت. مرسی. میبینی درم باز گذاشتی، من چه رفتم در میزنی میری تو. آخه من برو. سلام عرض میکنم. سلام. چه تون شده؟ تنم درد میکنه. میخواید مساج بدم؟ بدید. چه؟ خوبه؟ آره آره. آخ پشت. خیلی آخ آخ. اینجا خوبه عزیزم؟ آره آره. بالتر. آی آی شاید تب دارید، تب عشق.
نه. دندون درد دارید؟ نه. پس حتما سرتون درد میکنه ها؟ نه نه. پس قلبتون درد میکنه؟ آه عزیزم تو که منو کشتی. این همه بهت خدمت کردم، گفتی جا ندارم، همینجا تو کافم بهت جا دادم، تمام اختیار کافر رو دادم دست تو، اینطوری ازش نگهداری میکنی؟ بی شرم. از این به بعد ایرج مدیر کاف است، ایشون دیگه اینجا هیچ سمتی ندارم. یلا بندازینش بیرون. ولی کنر شما اگه دلتون بید همینجا بمونید و به کار خودتون ادامه بدید، یلا پوله آقا رو بدید. یلا بگیر اینم پولت. رسید پولاتو بنویس. که این تار بهتون نشون میده. بارو بینم. این خیلی کلکه. شما میگفتی نه جون آقا اسمان، تا حالا چند نفر رو بدبخت کرده، همین هرگز آخریش بود. میدم همیشه چند تا از این جیگولا پر قیچی داره. امشبم چی؟ هیچی. بگو رتا. مثلا به حساب خودش چند نفر از ما پر قیچی ها رو تیر کرده اینجا رو شلو خونه. آه کدوماشون؟ اون میزه گوشه جلو بار. آها خودشونه اینا خان جیک بزنن حسابشونو میرفت. آره خیال تخ راحت باشه. قربون شما اینجا مال خودتونه. با اجازه بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. توجه بفرمایید، امشب بنا به خواهش عده‌ای خانم نرگس برای شما یک ترانه محلی جالب اجرا خواهند کرد، امیدواریم مورد پسند واقع بشه. شب خوش. که بابا دیگه اینو نمیخوایم، محبس باید بخونه، 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 محبس باید کافه رستوران قناری سبز. خودتو نراحت نکن، الحمدلله به خیر گذشت، همه شما از کافه ریختن بیرون، نراحت نشو. آخه چطور نراحت نشو؟ عیبی نداره، همه سیر سر این قهاره. تمام میدونم، من همون روزای اول که شما رو دیدم میخواستم بهتون بگم که این مرد چقدر بدجنسه. ایراج همیشه میگفت، اما من باور نمیکردم تا اینکه دیشب اون آبرو ریزی پیش اومد. آره ایراج گفت، شنیدم خوب خدمتش رسیدم. اگه ایراج نبود خودم هم نمیدونم دیشب چه بلایی به سرم میومد. دیگه تموم شو، پاشو لباساتو درآ، منم میرم پایین، ایراج منتظرمه. بلند شو. دیگه تمام شد. موسیقی
اشتباه کردم، فکر میکردم میام شب مالجت میکنم، مدرسه میفرستم. افسوس، نفهمیدم، اشتباه کردم. هم خودم رو بدبخت کردم، هم دروغ. نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی هر چی تو دلت داری بگی، بگی که من داری بده بگی. نه، نمیتونی حرف بزنی گولی. آه گولی، آه دخترم، کردی به همین سادگی یا ولد میکنم؟ ها؟ چه اینجا اومدی؟ چی میخوام؟ چی میخوام؟ تو خودت میدونی. خیال کردی میتونی هر بلایی که بخوای سر من بیاری؟ برو بیرون. گفت تو گوش من میزنی؟ بلان کن. به من نقشه میکشی؟ شکایت منو میکنی؟
بله بله، اینطور که نرگس میگفت، موقعی که میخواسته سوار ماشین بشه پرویز سر میرسه تعقیبش میکنه. چه اینطور؟ حالا شما چیکار میخواید بکنید؟ ما منتظر میبینیم از پرویز خبر میشه یا نه. پس هر خبری شد به من اطلاع بدید. منتظرم. چشم، دوباره بهتون تلفن میکنم. خداحافظ. چی گفت؟ هیچی، تو هم ناراحت نباش، پیدا میشه. پس چی کار کنم؟ تو از پرویز خبری نشه ما هیچ کاری نمیتونی بکنیم. اقلا به کلانتری خبر بدی. راست میگه، به نظر من صحیح نیست. آخه پس یه کاری بکنی. چی کار کنم؟ باید تو نگفتی که پرویز رو تعقیب میکنه. چرا؟ پس باید صبر کرد. Thank you.
تمام تهرون و زیر پا گذاشتم، نه خبری از قهار بود نه از نرگس و گلی. حالا برار کنی میرم پیش کت خدا، شاید تو این مدت ازشون خبردار شده باشی. خدا خودش کمکت کنه. باقی روادیش بیادشم مامو. یه سخت تا بیست تو ماشین چشم. آقا ببخشی میتونیم پیاده شیم یه چایی بخوریم؟ هی به جان بیاره. خدا عمرت بده. داداش قربون دستت، یه چایی واسه ما وردی بیار. صاحب این ماشین کجاست؟ با یه بچه از این وری رفت. انتقام میگیرم که تمام داره فراموش نکنه. Oh.
که ولی دختر توست. بله، اینم یکی دیگه از کارهای قهار بود. اون دیگه به درک واصل شد. اما نرگس، مقصر توی. ببین، تو چه بایست دست از خونه و زندگیت برداری و خود تو دست خوش هوا و هوس کنی؟ قبول دارم، مقصر منم. حالا چیکار کنم؟ کجا برم؟ بچه‌ام چطور میشه؟ فرض کنیم بچه پیدا شد، بعدش میخوای چیکار کنی؟ خودم هم نمیدونم، اصلا رو فکرم کار نمی کنه. دارم دونه میشم. چطور شد؟ من با اهالی محل تماس گرفتم، همه میگن بچه باش نبوده. اولی مأمورم که بعد از تصادف اونجا رسیده اظهار بی اطلاعی میکرد. شاید بخار ندازیده. پس گلی، گلی من چطور شده؟ شاید رفته بیرون بازی کنه، اینجا رو گم کرده. ممکنه، شاید هم گلالی اومده شهر، اینجا رو پیدا کرده، بچه رو برده. خب خیلی ساده است. چطور؟ اول میریم ده، عقب گلالی. اگر اونجا نبود، برمیگردیم به کلانتری خبر بدیم. نه، بقیده من اول باید به کلانتری اطلاع داد، بعد رفته. خیلی خوب. پس تو دیر نشده بریم دیگه. بریم. تو برو پایین با پرویز کمک کن، مواظب باش تا ما بریم برگردیم. بفرمایید. کدوم خیابون بود دخترم؟ رنگشه میخوای؟ اینو بیا بابا جان. قول میدم تا اونجایی که دستم بر بیاد بهتون کمک کنم. حالا بریم تا با اون صحبت کنیم. دارم. چی؟ تو بی شرف، تو هم گیر آوردم. تو هم یکی از اون سه نفر بودی، کاشانه منو به هم زدی، زنمو، بچه‌مو. حالا موقع این حرفا نیست، عصبانی نشو. چرا به خدا کمک کنید، ببر بدید. آخه اشتباه میکنین، آقا بیگناهه. الانم تمام مخارج بیمارستان ایشون تقبل کردم. شما برو اونجا برگرد. بسیار. آخه ناراحت نشو پسرم، بریم تا اصل موضوع برات بگم.
اشتباه کردم. نه.